سرقت های مسلحانه و آدم ربایی همواره دو دلیل عمده برای ایجاد ترس و نگرانی در میان شهروندان هرات بوده است. به تازگی روز گذشته شاهراه هرات اسلام قلعه از سوی پرزفروشان به دلیل اختطاف یک همکارشان اعتراض کرده و مسیر این شاهراه برای ساعاتی بروی ترافیک مسدود بود. شهروندان نیروهای امنیتی و کشفی را به ناتوانی در تامین امنیت و همچنان مهار جرایم متهم می کنند. واقعا تمام مردم را ناامید کرده، یعنی به تمام جا میشنویم همین حرفا، میشنویم همین اختطافات، میشنویم و کل مردم پریشان حالند. حتی ما دیروز به این منطقه تانگ مولای سه بودیم سمت ترمینال جدلا، ساعت یک بجه روز از ما بین تقریبا 3-4 هزار دکان و جمعیت همون جاست. ساعت یک بجه توفنگی آمدم به ملای عام یک نفر جوان 17 ساله رو ببردم. واقعا نگرانی به تمام مردم هم چی شده که واقعا وضعیت خیلی خرابه. همین فعلا ما مردم که همین تو نگرانه که واقعا گوشی نوکیا به کسی خدمت جرئت نمیکنه ما بازار بیرون شیم تا رسیده حتی موتورسیکل و موتر رو بگذار، ما حتی گوشی نوکیا خرید نمیتونم برای انتقال میزیار بوبر. همزمان با انتقاد از افزایش موارد اختطاف، نیروهای امنیت ملی هرات روز گذشته طی عملیات یک طفل 11 ساله را از چنگال آدم ربایان نجات دادند. پدر عرفان 11 ساله میگوید که 7 روز پیش زمانی که پسرش مشغول بازی در داخل کوچه خانهش در منطقه ناحیه 12 بود، آدم ربایان او را با خود به جای نامعلومی میبرند که سرانجام روز گذشته این طفل در عملیات از سوی نیروهای امنیت ملی از قریه سرابلند ولسوالی انجیل هرات از چنگ آدم ربایان نجات داده میشود. حدود 1 لک دلار میگفتم بودی منتو ما اوزا پول نداشتیم، میفهمیدیم باخر گفتم به چه شما میموره، میفهمیدیم گفتیم که ما همی یک تلاری داریم امور میفروشیم برای شما میدیم همون پوله که با دیدیم دیشب به فضل خدا واقعا تشکر میکنم. از سوی هم مقام های محلی و امنیتی هرات در این نشست خبری از دستگیری یکی از سرگروه های خطرناک آدم ربا در پیوند به این قضیه خبر میدن. ولی هرات از جدیت مبارزش با آدم ربایان و متخلفان جرایم جنایی سخن میزند. کسایی که نیت اختطاف داره، دست به اختطاف میزنه، اراده ازیر داره، خب نمیشه که ما بگیم که اینا رو به شمار باندهای بزرگ بیاریم، اما بزرگترین باندهای از اینا تحت پیگرد هست، مطمئن باشین که اینا نابود میشه. در طی سال 1399 اگر آمار ما بتیم، ما 7 قضیه اختطاف داشتیم و 8 مورد هم یعنی غیب شده بود، اشخاص لادرکی داریم. از سالها به این طرف هرات شاهد فعالیت گروه های اختطافچی و سرقت های مسلحانه زیادی بوده است. برخی از آگاهان نظامی دلیل افزایش ناامنی ها را به ویژه موارد اختطاف و سرقت های مسلحانه در هرات را به ضعف مدیریتی در نیروهای کشفی و استخباراتی ربط می دهند. این وظیفه ارگان های کشفیه که همو باندی که می خواهد بیایه همو پرزه فروشر یا همو صرافر یا همو دکتر یا کسی اختطاف کنه، و باند در از دمی که می خواهد حرکت کنه در جایی که اونا تجمع دارن، تمرکز دارن در یک دی، در یک قریه، در یک باغ، در یک خانه، در همون جبال به بین از اینا نفوذ صورت بگیره که این نفوذ نیه. اخیراً یک بار دیگر سناریو اختطاف در هرات روند سعودی را به خود گرفته است. با این حال سرقت های مسلحانه و اختطاف همواره از نگرانی های جدی شهروندان هرات شمرده می شود. در برخی مواقع حتی گسترش ناامنی ها و ویژه آدم ربایی ها در این ولایت منجر به اعتراض های گسترده و برکناری مقام های ارشد امنیتی نیز شده است. اما با تغییر و تبدیلی گره کور این معضل تا کنون پیدا نشده است.